روز بخیر بینندگان عزیز، سرخط خبرها را از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی در شهر پراگ تماشا دارید. در 10 دقیقه بعدی درباره حمایت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا از بیرون کشیدن نیروهای این کشور از افغانستان، فعالیت سفارت تاجیکستان در افغانستان در شرایط ناآرامی ها، ملاقات کمیسیه مشترک تشخیص و علامت گذاری مرز تاجیکستان و ازبکستان و تمرین مشترک نهادهای مبارزه با تروریسم تاجیکستان و چین خبر می دهیم. کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرژدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با تکیه به معلومات اگنتی هواشناسی خبر می دهد که تا 20 آوگوست سال روان در یک قطار ناحیه های تابع جمهوری و قسمت غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان احتمال آمدن سیل ها بر اثر آب شدن پریخ ها وجود دارد. کمیته از اهالی درخواست کرده است که در این روزها احتیاط کار باشد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن از قرار بیرون شوی نیروهای ایالات متحده آمریکا از افغانستان حمایت کرد. 16 آوگوست در اولین واکنش به اشغال کابل از طرف طالبان او گفت آمریکا به نظامیان افغانستان تمام وسیله های ضروری برای پیروزی بر جنگجویان را تامین کرد. بایدن افزود منفعت ملی واشنگتن در افغانستان به طور اصولی جلوگیری از حمله های تروریستی بالای آمریکا بوده است، نه بنیاد دولت. در پیام تلویزیونی از قصر سفید پرزیدنت ایالات متحده آمریکا تاکید کرد که بیرون کشیدن سربازان از جای هیچگاه وقت مناسب ندارد. 15 آوگوست پرزیدنت افغانستان اشرف غنی از این کشور فرار کرده طالبان آخرین شهر زیر نظارت حکومت کابل را اشغال کردند. بایدن از اشرف غنی و سیاستمداران افغان که نتوانستند ارتش کشور را به مقاومت به طالبان سفربر کنند شدیداً انتقاد نمود. روز دوشنبه هزارها افغان وحشت زده در فرودگاه کابل جمع شده کوشش کردند با هر راه نباشد سوار هواپیما شده افغانستان را ترک کنند. طبق اخبار رسیده در تلاطم فرودگاه کمش 7 نفر به هلاکت رسید. در حالی که اکثر کشورهای غربی دیپلمات‌ها و شهروندانشان را از افغانستان بیرون میکشند، تاجیکستان کنسولگری‌های خود را در برخی از شهرهای افغانستان میبندد. در این باره وزارت کارهای خارجی کشور در صحبت با ریا نوستی معلومات داده است. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان میگوید با سببهای امنیتی مجبور است کنسولگری‌هایش را در شهرهای مزار شریف و فیض‌آباد بنابر رویدادهای اخیر افغانستان ببندد. وزارت خبری بعضی رسانه ها را درباره بازداشتن روادید تاجیکستان به شهروندان افغانستان رد کرده افزوده است که کنسولگری جمهوری در کابل کارش را ادامه می دهد و در آنجا حجت های لازمه را گرفتن ممکن است. امروز سفیر روسیه در افغانستان دمیتری ژیرنوف در شهر کابل با نمایندگان طالبان واخورده امنیت روسهای مقیم این کشور و کارمندان سفارت را بررسی می کند. در این باره 16 آوگوست فرستاده پرزیدنت روسیه در امور افغانستان زمیر کابولوف بر رادیوی ایخ مسکوی معلومات داد. به قبل این منصبدار روس فعلا طالبان امنیت سفارت روسیه را تامین می کنند. کابولوف گفته است که احتمال بعضی کارمندان سفارت به استراحت برایند و یا از افغانستان بیرون شوند. در سفارت روسیه تخمینا 100 کس ایفایی وظیفه می کند. روز دوشنبه ازبکستان گفت 15 آوگوست نیروهای مسلح این کشور 46 هواپیمای افغانی را با 585 نظامی که هنگام فرار از طالبان غیر قانونی مرز را عبور نموده بودند به نشست در یک فرودگاه ازبکستان مجبور کرده است. اداره دادستانی ازبکستان ابراز داشته است که در تاریخ 14 و 15 آوگوست 22 هواپیما و 24 چرخبال نظامی در فرودگاه شهر جنوبی ترمیز ولایت سرخاندریا به زمین نشستند. دادستانی افزوده است که هنگام پرواز یکی از هواپیماهای جنگی افغانستان با هواپیمای ناظر ازبکی برخورده است و در نتیجه هر دو هواپیما سقوط کردند. دادستانی اضافه کرده است که خلبانها یا خود پیلوتهای هر دو هواپیما نجات یافتند. ابتدا وزارت مدافع ازبکستان گفته بود که هواپیمای جنگی افغانستان بر اثر آتش واحدهای مدافع ضد هوایی ازبکستان سقوط کرده است. دادستانی ازبکستان همچنان خبر می‌دهد که 158 نفر دیگر که افراد نظامی و ملکی می‌باشند 15 آوگوست از افغانستان به قلمرو ازبکستان گذشتند. مقامات ازبکستان مکان بودوباش سرنشینان هواپیما و دیگر افغان‌های پناهجوی را
آشکار نکردند. روز 16 آگوست تاجیکستان گزارش داد که به دو هواپیمای نظامی افغانی با بیش از 100 افسر و سرباز اجازه داده است در فرودگاه شهر باختر به زمین نشینند. بالاخره ارزش خدمت الٹرناتیوی در ارتش تاجیکستان را که یک ماه طول خواهد کشید معین کردند. بنا به قرار نو حکومت تاجیکستان نرخ این نوع خدمت سربازی به 25200 سومانی برابر بوده است. در برنامه خبری امروزه که بعد 3 ساعت نشر می شود از ساکنان تاجیکستان می پرسیم که در این باره چی نظر دارند. خبرگزاری آسیا پلوس گزارش می‌دهد که از 24 تا 29 آگوست ملاقات هیئت‌های کاری تاجیکستان و ازبکستان در چارچوب کمیسیه تشخیص و علامت‌گذاری مرز مشترک دایر می‌شود. گفته می‌شود که هیئت‌های کاری باید تا آخر سال 2021 نظام گذاشتن ستون‌ها در مرز میان تاجیکستان و ازبکستان را تکمیل کنند. تاجیکستان و ازبکستان تشخیص و علامت‌گذاری یا خود دلیمیتاسیه مرز را در سال 2019 به انجام رسانیده بودند. سازش میان تاجیکستان و ازبکستان درباره بعضی بخش‌های مرز مشترک ماه مارس سال 2018 در جریان سفر پرزیدنت ازبکستان شفکت میرزیویف به دوشنبه امضا شده، بعد یک ماه از طرف پارلمان تاجیکستان به تصویب رسید. کمیته دولتی اداره زمین و گیادیزی تاجیکستان ابراز داشته است که مرز مشترک تاجیکستان و ازبکستان به 1332 کیلومتر برابر است. ساکنان ترکمنستان را در روز سفر پرزیدنت این کشور قربان قلی بردی محمدوف به شهر ترکمنباشی نگذاشتند که پشت در فروشگاه ها برای خرید مواد غذایی نوبت پایند. خبرنگاری بخش ترکمنی رادیو آزادی میگوید با دستور شهردار ترکمنباشی ساکنانی را که برای گرفتن نقدینه در نزد بانکومات ها نوبت می ایستادند پراکنده می کردند. بحران اقتصادی که در ترکمنستان چندین سال می شود حکم فرماست، وضعی تامین ساکنان با مواد غذایی را در آن کشور تا رفت مشکل تر می کند. در ولایت سوغد 23.9 درصد مردم واکسین ضد کووید 19 را گرفتند. رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سوغد روز 16 آگوست در مراسم بخشیده به روز کارمندان ساحه تندرستی در این باره اطلاع داد. او همچنان افزود که واکسین زنی ساکنان در ولایت میان ساکنان از 18 ساله بالا با سرعت جریان دارد. فعلا ساکنان تاجیکستان با واکسین های بریتانیوی و شویدی استرازنیکا، واکسین چینی کرونا واک و واکسین آمریکایی مدرنا مایکوبی می شوند. هفته گذشته همچنان روسیه به تاجیکستان 50,000 وایا واکسین سپوتنیک وی را تقدیم کرد. در وادی رامید از 17 تا 20 آگوست تاجیکستان و چین تمرین تاکتیکی مبارزه با تروریستان در شرایط کوهسار را دایر می کنند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اطلاع می دهد که دیروز وزیر کارهای داخلی رمضان رحیمزاده با نمایندگان وزارت بیخطری جمعیتی جمهوری خلقی چین با رهبری لیو یونفین این تمرین مشترک و همچنان مبارزه با دیگر نمودهای جنایت های متشکل، مبادله تجربه، اطلاعات و آماده نمودن کادرهای بلند اختصاص را مورد بررسی قرار دادند. استاد کافدره نظریه اقتصادی و فعالیت صاحبکاری دانشکده سیاحی صاحبکاری و خدمت وزارت صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان زاکر محمدعلیزاده به پاراگیری گمانبر دانسته می شود. مرکز مطبوعاتی اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان می گوید او برای مساعدت به داخل نمودن یک شهروند به دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان و گرفتن بهای امتحان در سه حالت جمعاً مبلغ 7250 سومانی گرفته به وعده‌اش وفا نکرده است. به اطلاع منبع در صورت اثبات گناهش به او تا 5 سال محرومیت از آزادی تهدید می‌کند.
حالا درباره قرب رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان معلومات می دهم. امروز 17 آگوست بانک ملی 1 دلار ایالات متحده آمریکا را 11 سومانی و 33 درهم و 1 یورو را 13 سومانی و 35 درهم و همچنان 1000 روبل روسی را 153 سومانی و 90 درهم مقرر کرده است. بینندگان عزیز، در همین جا صحبت حاضره به پایان می رسد. تا دیدار نوبتی، خدا نگهدار.